غرض از مزاحمت با توجه به دروغگویی های این شبکه نواصب که اخیراً ادعا کردند که آقای مرتضی رادمهر هم طلبه حوزه علمیه بوده، هم دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بوده و هم خواهر ایشون عروس حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست. به ادعای این آقایون ایشون شیعه بوده و سنی شده و به تعبیری که خودشون میکنن ایشون را شهید کردن. حالا شاید چگونگی کشته شدن یا از دنیا رفتن ایشون قابل تحقیق نباشه، اما موارد دیگری مثل این ادعایی که آقایون کردن فکر می‌کنم قابل بررسی باشه. اگر مصلحت میدونن حضرت استاد زحمت بکشن در این مورد یه توضیحاتی بفرمایند ممنون میشیم. بله ممنون جناب قاضی، ممنون، مختصر و مفید فرمودید، متشکریم. بله خب حاجی، سوالات آقای قاضی خیلی جالب بود برای من. آقای مرتضی کی بودن؟ آقای مرتضی رادمهر. آقای مرتضی رادمهر، قبل از اینکه چیز کنیم همین رو من میخواد شما چیز سوال جواب بدید، همین خب رو ما جواب میدیم. لطف کنید اون بینندمون پشت خط بمونه. ممنونیم. بله بله بله, بله. برای شما عرض کنم در این زمینه عزیزان دقت کنن، اینها به تعبیر ارسلام یکی از مراجع بزرگوار که در روز خدمتشون بودیم گفت فقط اینا کارشون امروز دروغ گفتن، افترا بستن مثل رئیسشون آجا. بله آقای ابن تیمیه دیگه. بله اینها، این دیگه نهایت ذلت این آقایان رو میرسانه و روزهای آخر عمر وهابیت رو داره نشان میده. دیگه مردم و پیش مردم دیگه هیچ آبرویی ندارن، اون محبوبیتشون از دست دادن، مردم از اینها متنفرن، چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه غیر مسیحی، اینها شروع میکنن به خلاصه دروغ بافی. من این در رابطه با این که ایشون دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بود، من نمیدونم اگر اتاق فرمان تا من این رو توضیح بدم، اگر بتونن با یکی از آقازاده‌های آیت‌الله مکارم شیرازی ارتباط برقرار کنن اصلا ما ببینیم. بله خیلی جالبه. بله که اصلا ما ببینیم که ایشون که این آقای کارشناس که هی اصرار داره که بابا خواهر ایشون عروس آیت‌الله مکارم شیرازیه، این قابل تحقیقه. بله بله. در رابطه با قضیه شهید بهشتی که خب یکی از شاگردای خود من اونجا از مسئولین هستن، من این رو چندی پیش فیضیه کلاس داشتم می آمدم بیرونشون دیدم، گفتم الان قضیه اینه، ما میخوام این رو کلن ببینیم که اصلا این دانشگاه شهید بهشتی و بخش علوم پزشکی دانشجویی به نام آقای رادمهر داشته یا نه. شون دیروز یا پریروز بود 3-4 بار زنگ زده بود، من ایران نبودم، زنگ زد گفت ما تمام پرونده دانشجویان رو از سال 1358 تا سال 90 بررسی کردیم، ما دانشجویی در اینجا به نام آقای مرتضی رادمهر نداریم، حتی اون دانشجوهایی که نیمه کاره گذاشتن رفتن. آقای مکارم، آقای مسعودشون هم پشت خط هستن، اگه اجازه فرمایید که اینو بشنم. الو سلام عرض میکنم خدمت آقای مکارم. سلام علیکم. علیکم سلام، شب شما بخیر. خیلی ممنون. نمیدونم شما بیننده برنامه ما بودید، در جریان هستید یا نیستید. بله ما سلام عرض میکنیم خدمت آقای مسعود. اینه در یکی از این شبکه ها گفتن یک فردی به نام مرتضی رادمهر طلبه حوزه علمیه گم بوده، خلاصه درستش کردن و کشتنش هم به گردن شیعه انداختن. الان چند روزی مرتب دارن میگن که خواهر ایشون عروس حضرت آیت‌الله رضوان مکارم شیرازی بوده. بفرمایید آیا شما اخوی های بزرگوارتون، آیا برادر زنی روحانی به نام مرتضی رادمهر داشته یا نه؟ و مردم دنیا دارن صحبت شما را زنده میشنون. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمامی بینندگان محترم شبکه ولایت، من به نوبه خودم از زحمات تمامی دستن در کارخانه مسئولین این شبکه که در جهت ترویج مکتب اهل بیت در مسلم صادقان خدمت میکنن تشکر میکنم. انشاءالله بتونیم همه با صداقت و راستی در جهت اطلاع این مکتب بکوشیم. در مورد این سوالی که فرمودید باید عرض کنم که در مجموعه بیت حضرت آیت‌الله رضوان مکارم شیرازی چه در فامیل‌های نسبی و چه فامیل‌های سببی، ما
ما اصلا شخصی به نام رادمه نداریم. از اون بالاتر هم که دیگه در خصوص این موردی که فرمودین اصلا برادر هیچ یکی از این عروسایی که به این بیت منتسبن اصلا مؤمن و روحانی اصلا وجود نداره که حالا اسمش بخواد رادمهر باشه. اصلا ما تو این مورد نداریم. من فکر میکنم که ما الان تو عصری هستیم که بالاخره دروغ زود خودشو نشون میده. عصر اینترنت و ماهواره و عصری که خبرها زودتر از یک ثانیه همه جای دنیا پخش میشه. باید یه جوری حرف بزنیم، عمل بکنیم، بتونیم جوابگو باشیم هم در نزد خداوند هم در نزد در مقابل مردم. اگه بخواد به اساس دروغ باشه خب مشکل مسلمان به وجود میاره. جایگاهی نخواهد داشت مذهبی که بخواد بر اساس دروغ و بر اساس اکاذیب بخواد جلو بره. مسلمان چنین مکاتبی جای مذهبی جایگاهی نخواهد داشت بین مردم. خیلی متشکریم جناب آقای مسعود بزرگوار از این محبتی که کردید، ممنونیم. دیگه مردم دنیا ببینن که این دروغ ها، حالا اون قضیه کشته شدن و نمیدونم سنی شیعه شدن رادمهران در دلتون رفته، ولی این دیگه حتی من خودم تو هفته گذشتم چندین بار گفتم بابا خواهر ایشون عروس آیت الله مکارم شیرازی بوده، اینه برید سوال کنید. مردم دنیا دارن میشنون این آقازاده حضرت آیت الله مکارم شیرازی آقا مسعود هستن و ایشون بزرگواری کردن و توضیح دادن. قضاوت را هم ما به عهده خود بینندگان عزیز میسپاریم. متشکرم جناب آقا مسعود، خیلی لطف کردید که با ما تماس. بله خب آقا عزیز بسید تلفن بعدی رو ما بگیرید. اجازه من توضیح بدم در رابطه با بله در رابطه با این که خب ایشون میگه مال دانشگاه شهید بهشتی بود. اصلا یکی از این دوستانمون همین دیروز بود تماس گرفتن با من، گفتن تمام پرونده دانشجویان را از 58 تا الان بررسی کردیم، فردی به نام مرتضی رادمهر در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تو دانشگاه‌های مختلف، نه پزشکی نه غیر پزشکی، ما نداریم. حتی دانشجویی که نیمه کاره ول کرده رفته اونا رو هم بررسی کردیم. ایشون گفت بله ما دو نفر داشتیم، فردی بوده برای شما عرض کنم مهرداد آهنساز، ایشون فامیلیش رو عوض کرده به رادمهر. ایشون بعد از اینکه فارغ التحصیل شده رفته در ارتش الان شاغله، ولی اسم سابقشون مهرداد بود کردن رادمهر. فرد دیگری هم حالا اگر این عزیزان صدای من میشنون انشاءالله در جلسات بعدی بیان روی خط، فردی هم به نام برای شما عرض کنم دردهگرایی علی جان دردهگرایی بوده، ایشون هم اسمشون رو فاموش نوز کردن رادمهر. ایشون هم فارغ التحصیل شدن، الان ایشون در استان فارس در تأمین سازمان تأمین اجتماعی اونجا مشغول هستن، شاغل هستن. هر دوی اینهایی که رادمهر بودن قبلا رادمهر نبودن، بعد عوض کردن، دو نفر در کل دانشگاه شهید بهشتی بوده و اینها هم زنده هم هستن، نه مشخصاتشون. حالا اگر دوستان ما با توجه به این قضایا، چه جناب آقای آهنساز چه جناب آقای دردگرایی یا ظاهرا دردهگرایی علی جان که به رادمهر تبدیل شده، اگر اینها را هم دوستان برای ما پیام ما را بدن در برنامه های بعدی بیان روخد، من گمانم دیگه رسوایی اینها خلاصه صد چندان خواهد شد. نکته دیگری که از گرچه عزیزان ما قبلا مفصل در این زمینه مطرح کردن، ولی آنچه که خیلی مهم من دوباره برای عزیزان بیننده، گرچه برادرمون جناب آقای یزدانی و جای ابوالقاسمی در این زمینه کاملا توضیح دادن، اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن یه دو سه دقیقه هم دوباره من برای تکمیل فرمایششون یا تکرار، این همون کتابیست که آقایان آوردن. اگر اتاق فرمان کتاب ایشون رو ظاهرا من پیام دادن فرستادن اینجا، همون کتاب را که تولید دوباره به جای تولد دوباره نوشتن روش تولید دوباره، حالا تولید سوارش که این میخواد بشه نمیدانیم، این صفحه 16 کتاب هست. بله
این صفحه 16 کتاب ببینید بینندگان عزیز، نوشته که دوره صد و خارج علوم حوزوی را در حوزه علمیه رضوی سپری کردم. این رو من برای یکی از نقل مراجع خواندم، قهقه زد به خنده، گفت بابا مدرسه علمیه رضوی که در خیابان آذر قم هست تا سطح 6 تا پایه 6 بیشتر نداره. من محصل هم اونجا بودم. بله، خود حضرتالی هم اونجا بودی، بنده هم اونجا تدریس داشتم، جلسه داشتم. اولا اونجا ما سوال کردیم، گفتن طلبه‌ای به نام رادمهر قدم رو مدرسه رضوی نگذاشته و اضافه دروس خارج تو مدارس تدریس نمیشه. اصلا. بعد از پایان پایه 10 پایه 10 که در حقیقت کفایتین و رسائل مکاسب میان، معمولا در مسجد اعظم درس خارج هست. و همچنین برای شما عرض کنم، ایشون جالب اینه، میگه در سال 1368 برای گذراندن سال ششم حوزوی اول خارج. بابا سال ششم آجای محسنی، سال ششم تو حوزه چه میخوانن؟ لمعتین میخوانن، لمعتین میخوانن، یعنی هنوز ما 5 سال فاصله داریم تا درس خارج. اون وقت حوزه علمیه گم ثبت نام کرده، علمی فیضیه. فیضیه اصلا جایی برای درس خارج نیست. درس خارج هم اصلا به هیچ وجهی اصلا چی اسمش؟ ثبت نامی نیست اصلا. همچنین ایشون میاد اینجا در صفحه 19 ایشون میگه توسط بعضی از مراجع من کمک هزینه میگرفتم، آیت الله امینی، آیت الله مشکینی، آیت الله وحید خراسانی. آیت الله مشکینی از دنیا رفتن. آیت الله مشکینی بنده از سال تقریبا قبل از 50-47 که وارد حوزه شدم، بله، با ایشون از نزدیک آشنا بودم، ایشون هم خدا روشون من خیلی محبت فوق‌العاده داشتم. تا آخرین سال که 3 سال قبل از دنیا رفتن، ایشون 1 ریال شهریه به کسی ندادن، مثلا اهل شهریه نبودن. آیت الله امینی هم الان در قید حیاته، ایشون هم مثلا شهریه میگیرن نه اینکه شهریه بدن. حضرت آیت الله وحید خراسانی هم تقریبا الان 4-5 سال شهریه شروع کردن. تا سال تقریبا 80 خورده ای هم ایشون اصلا شهریه نمیدادن. ببین اینها دروغ هایی است که این حضرات بافتن، برای شما عرض کنم بافتن، و ده ها دروغ های دیگر. و جالب این هست که اینها، اگر باز دوستان مانیتور من رو بدن ولو به اندازه یک دقیقه هم، این به قول تصویری است که از این آقای رادمهر آوردن، گرچه اینها رو برادر عزیزمون جناب آقای یزدانی دوستانمون مفصل بگید. شما ببینید این برای شما عرض کنم تصویری است که از آقای رادمهر آوردن. بینندگان عزیز دقت کنن، این در حقیقت مجلس شورای اسلامیه، این سخنران هم آنچه که من تو ذهنم میاد شهید با هنر هست، داره اونجا با هنر هست آوردن. ببینید سر آقای رادمهر ورداشتن، چسباندن اینجا برای اینکه بخوان شخصیت سازی کنن. اینجا شما ببینید این در حقیقت آقای خاتمی هست با این لباس و عبا و قبا، و آوردن برای شما عرض کنم یک سری افرادی رو پشت سرشون، وزیر دفاع در یک طرف، وزیر برای شما عرض کنم اقتصاد در یک طرف، آقای موسوی لاری برای شما عرض کنم، دارن این آقا را شما ببینید. این واقع. برادر رادمهره، کله شکندن چسبان یکی از به قول محافظین آقای خاتمی. از اون بلد نبودن مونتاژ بکنن. برای شما عرض کنم، ببین اینم تصویر خودشو آوردن گذاشتن اونجا. و همچنین این برای شما عرض کنم، این محافظ آقای خاتمی هست. دوستان دقت کنن، همین رو برداشتن آوردن گذاشتن پشت سر آقای رادمه. بوده تو عکس بوده. این برای وزیر دفاع، شما بفرمایید این وزیر دفاع خب پشت سر آقای رادمهر چیکار میکرده؟ آقای رادمهر جزء رجال سیاسی بوده، جزء رجال سیاسی بوده. این برایشون جناب آقای جهانگیری وزیر وزیر وقت بوده، وقت بوده، ایشون رو برداشتن برای شما عرض کنم آوردن پشت سر. این بابا جان من، این زمان گذشت، یا مثلا آقای موسوی لاری وزیر کشور بوده، خب اینجا چه کار میکرده؟ بابا دیگه این که بخواید مردم رو فریب بدید دیگه سفری شد. واقعا خیلی افتضاح. بله، یعنی این قضایا متشکر از اتاق فرمان دیگه، واقعا بیننده واقعا قضاوت میکنن. یعنی ببینید این مسائل به قدری آبروریزیه، به قدری، یعنی هیچی نداشته باشن.
آقایان میگن وقس علی هذا باب فعلله و تفعلله، سایر حرفاشون هم که آوردن همه از این قماشه، همش تزویره، همش تزویر، همه دروغ، همه خیانت، همه افترا، همه ساختگی. خب یک مذهبی که بر محور ساختگی باشه دیگه بهتر از باید بهتر از این خب.